بعد یه نکته دیگر میگم، اصلا دلیل نداره که این کارل سپیسی که ما میگیم حتما مثلا چیز ان در ان باشه ماتریس ما، ها هیچ فرق نمی کنه. این ببین الان من بحثم از این فضای کلی R3 و R2 و RN و اینا کشیدم بیرون، ها الان دارم فقط در مورد ماتریس صحبت میکنم، در مورد کارل سپیس دارم. ماتریس من میتونه ام در ان باشه، نه در ان. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که یک مثلا صفر دو منهای یک باشه، اینجا باشه دو یک مثلا سه، این بشه چهار فرض، بعد یکی هم باشه مثلا سه یک پنج سه مثلا، حالا اینو در نظر بگیر، این هست چی؟ چهار در سه، درسته؟ حالا من بپرسم میتونی جواب بدی دیگه، این فضای من آر چنده؟ این ماتریس من که مثلا بگیم ماتریس B، ماتریس B در قسمتی از آر 3 رو، آر چند رو تشکیل، آر 4 رو. چرا؟ چون هر بوداری که اینجا هست 4 تا کامپوننت داره دیگه، درسته؟ قبلا گفتیم دیگه R1 R2 R3 یعنی چی؟ این 4 تا داره. پس میگیم که بی من در فضای R4 هست، یا بردارهای بی من، ماتریس بی من در فضای چه؟ R4 هست. ولی اگه دقت بکنید من فقط 3 تا اینجا دارم، یعنی مثل این حالت نیست، 3 تا هست، محدوده، کمتر از اینیه که مثلا 4 در 4 باشه. بنابراین خیلی واضحه که بگم که وکتور سپیسی که خواهم ساخت، یا ساب سپیسی که خواهم ساخت، یا کالم سپیسی که از این سه تا خواهم ساخت، همه R4 شامل نمیشه. در R4 خیلی وکتور هست، اینجا یه تعداد معدودی از این خواهد بود، با وجودی که اینم تعدادش بی‌نهایته. چرا؟ چون من این بردار رو خواهم داشت، این بردار رو خواهم داشت، این بردارم خواهم داشت، ترکیب خطی اینا رو خواهم داشت، ولی خب ممکنه حتی با اون ترکیب خطی هم یه برداری در R4 باشه که با این عملیات اصلا به دست نیاد. ولی خود این مجموعه ای که من خواهم ساخت کالم سپیس من خواهد بود برای B، درسته؟ پس کالم سپیس من خواهد بود برای B. منتها این کالم سپیس من برای B یه دونه ساب سپیس خواهد بود از R4، درسته؟ یه ساب سپیس، کل R4 که نیست. اگه 4 در 4 بود، شما 4 تا بردار داشتید اون موقع، آره، چرا 4 تا یونیت وکتور دارید شما، بیس وکتور دارید شما، ولی 4 نیست. بنابراین یه تعداد، یه قسمتی، یه سابستی از اونها خواهد بود، از با تمام بردارها خواهد بود. تازه اینجا یه مشکل دیگه هم داره، این من عمدن اینجوری نوشتم، اگه دقت بکنید این W من هست U به علاوه V، یه نگاه کنید 3 هست 1 به علاوه 2، 1 0 1 2 3 5 منهای 1 4 3، یعنی اصلا چیز خود این ستون، ستون مستقلی نیست، شما میتونید اینو قشنگ حذفش بکنید، چه اتفاقی هم نمیفته. چرا؟ قبلا گفتیم دیگه این لینیر ایندیپندنت نیست، این لینیر ایندیپندنت روی اینه. وقتی من میتونم از U به علاوه V و W به دست بیارم دیگه، چه لزومی داره اینجا بنویسم؟ اصلا میتونم اینو حذفش بکنم. اگه حذفش بکنم این تازه میشه چی؟ 4 در 2، در حقیقت 4 در 2، درسته؟ چون این مستقل که نیست، مستقل میشد که ما بگم 4 در 4 3 در 3. خیلی خوب، پس اینم تازه مشکل هم درد سره. خب اصلا به درد ما نمیخور. حالا یه چیز دیگه بگم، میتونی شما اینو به کلی حذفش بکنید، میشه این طرف، حالا اینا با هم نسبت به هم لینیر ایندیپندنت، حالا میتونید بازم، ولی میشه باز چی؟ 4 در 2. میتونید اینو حذفش بکنید، اینو این با هم نسبت به هم چیه؟ به طور چیز موضعی نسبت به هم چیه؟ لینیر ایندیپندنت. میتونم بر اساس اینو این درست کنم، میتونم وکتور سپیس من بر اساس اینو این باشه، میتونه بر اساس اینو این باشه، ولی به هر حال بر اساس سه تا باشه این چیز زائدیه، درست؟ پس نتیجه میتونه حتی اینجوری باشه. حالا من در این مورد عمدن اینو طوری نوشتم که W مساوی شد، اگه این مثلا باشه 3، اینم میارم اسمشو بذارم منهای 1 دیگه به هم خورد دیگه، حالا این دیگه این بردار جمع این دوتا بردار میشه، مؤلفه‌هاش مساوی هست، این که دیگه نیست، دیگه تموم شد. حالا میگم چی؟ 4 در 3 هست،
و من بر اساس سه تا بردار میتونم اون فضای خودم رو بسازم که بشه آلفا یو به علاوه بتا و به علاوه گاما دبلیو. بر اساس این من میتونم سی ب رو بسازم. و حال اینکه وقتی این یک بود، اون موقع دیگه این چیز زائدی بود. چرا؟ چون یه دونه یو و علاوه یه دونه و میشه این و این میشه همین دیگه. یه لزومی نداره که من اینو بنویسم. خیلی خب، این هم گفتم، گفته باشم که خب بریم. حالا کالم سپیس صحبت کردیم، میخوام برم سراغ یه ساب سپیس دیگه، اون نار سپیس. ولی زوده، بذار من یه کاربرد اینو ممکنه بگیم که برای چه درد ما میخوره، کاربرد اینو با هم صحبت بکنیم. موقع متوجه خواهشی چرا اصلا تعریفش کردیم کالم سپیس به چه درد ما میخوره. کالم سپیس یه ماتریس، کالم سپیس یه ماتریس به چه درد میخورم الان متوجه خواهش ببخش. خب شما یه یه مجموعه مثل جلسه قبل رو من حل معادلات بود، عمدن گفتم که به روش reduced row echelon form یادتون هست گفتیم، الان هم میخوام از ما استفاده بکنیم. از این به بعد یه دونه مجموعه معادلات رو داشته باشید، مثلا فرض کنید که A1 X1 به علاوه A2 X2 به علاوه A3 X3 مساوی مثلا M1 باشه. این بشه B1 X1 به علاوه B2 X2 به علاوه سه ایکس سه مساوی ام دو باشه و سه یک ایکس یک به علاوه سه دو ایکس دو به علاوه سه سه ایکس سه ام سه. حالا یکی دیگه هم می نویسم سه دی یک ایکس به علاوه دی دو ایکس دو به علاوه دی سه ایکس سه مساوی M4 باشه. خب من میخوام این سیستم معادلات حل بکنم. قبلا یاد گرفتیم جلسه قبل به روش reduce row echelon form میتونیم حل بکنیم. اگه من اینو به صورت ماتریس بنویسم نگاه کنید که چی میشه. اینجا بنویسم دیگه ساده است. میشه A1 A2 A3 A4 نه A4 دیگه ندارم ببخشید. بعد B1 B2 B3 سه یک سه دو سه سه و دی یک دی دو دی سه. درسته؟ به صورت ماتریسی بنویسیم ضرب در اکس یک اکس دو اکس سه. سه تا مجهول دارم دیگه، نگاه کنید اکس سه اکس دو اکس یک در همه این معادلات سه تا مجهول دارم. و این مساوی میشه با چی؟ مساوی میشه با ام یک ام دو ام سه و ام چهار. این دیگه فوت آبد باشید. A1 در X1 A2 در X2 A3 با X3 به علاوه بکنید مساوی M1 میشه. معادله اول همینطور معادله دوم معادله سه و معادله چهارم به دست. الان من یه دونه ماتریس دارم، اسم این ماتریس رو بذاریم ماتریس A. اگه دقت بکنید این ماتریس A هست 4 در 3 4 در 3 هست ماتریس 4 در 3 هست. چرا؟ چون 4 ردیف داره و 3 ستون داره. درسته؟ حالا اگه دقت بکنید اینجا تعداد معادلات من یکی بیشتر از تعداد مجهولات من. چهار تا مجهول، سه تا مجهول دارم و چهار تا معادله. و این معادله چهارم زائده دیگه اساسا، چون من میتونم اساسا با سه تا معادله سه تا مجهول رو به دست بیارم. ولی فرض کنید این هست، ما قبلا هم جلسه قبل گفتیم که میتونه اینجور چیزی باشه. فرض کنیم که این باشه، ما بخوام اینو حل کنیم. خب روش حلش که جلسه قبل یاد گرفتیم دیگه، روش ریدیوز میتونیم حلش بکنیم ولی نمیخوام حلش بکنیم. من میخوام بگم که سوال مطرح میکنم، نمیخوام حلش کنیم. میخوام دنبال چی هستیم؟ دنبال جواب دادن به این سوال به ازای چه مقادیری از M1 M2 M3 M4 شما میتونید بگید که حتما جواب دارید. خب
من نمیگم جواب چنده، میخوام بگم که آیا این اصلا قابل حل هست یا نه، و اینکه به ازای چه مقادیری از این x1 x2 x3 جواب داره، که اگر اون مقادیر نباشه شما نمیتونید جواب به دست بیارید. یعنی مثلا بیایید M1 انتخاب بکنید، مثلا 1 2 3 4، این ماتریستون هم هر عددهایی که بذارید اینجا بذارید. حالا من جواب از شما جواب میخوام، اگه این باشه 1 2 3 4 عدد، حالا بگوید 1 0 منهای 1 2، سوال من از شما چیه؟ آیا اگه این عددا باشه با این ماتریس خاصتون این قابل حل هست یا نه؟ یعنی x1 و x2 و x3 جواب داره یا نه؟ این رو که من بخوام جواب، چیز ساده ای نیست بخوام به این راحتی جواب بدم. به خود فکر بکنید، چون اینجا من میتونم هر عدد دیگه ای بذارم، این که ثابته، ولی اینجا میتونم هر عددی بذارم، هر عددی مجموعه این چهار تا عددی که من گذاشتم، سوال بکنم آیا x1 x2 x3 وجود داره به ازای اون. یعنی خلاصش اینجا شما این که دارید دست نمیزنید. من میگم یه دفعه M1 و M2 M3 M4 و 4 تا عدد متفاوت میزنم، میگم آیا این الان قابل حله؟ با ریدیوس رو اشلان فرم بدید جواب میتونید به دست بیارید برای X1 X2 X3. یه دفعه دیگه عدد های دیگه میزنم، یه دفعه دیگه عدد باید یه بعض به ازای بعضی از اینا جواب داشته باشید، به ازای بعضی از اینا جواب داره، به ازای کدوم یک از اینا جواب داره و کدوم یک از اینا مجموعه جواب نداره. حالا به صورت بردار بگم، من میتونم اینو بنویسم آ بردار x مساوی بردار چی؟ m، درسته؟ که در حقیقت همون آ x مساوی b یک قبلا هم صحبت کردیم دیگه. پس من اگه یه دونه ماتریس داشته باشم روی یه بردار یه من کرده و یه بردار دیگه ای m رو بدم به من داره، میشه همین دیگه، درسته؟ حالا من دارم به شما این بردار یه دونه بردار کالوم وکتور دیگه، اینم یه دونه کالوم وکتور دیگه، این مجهولات منه، ببینید x های منه، اینم که عددا مشخصه، اینم که ماتریس منه، درسته؟ حالا من میخوام این معادله رو حل بکنم. ببخشید قبل از اینکه حل بکنم دارم یه سوال میکنم، این ام من چه مقادیری داشته باشه از M1 M2 حالا فرض کنید n بودی اصلا تا MN که X1 و X2 تا XN من چی باشه به ازای این ماتریس آ هرچی هست جواب داشته باشه. خب اجازه بدید من برم یه مثال عددی بزنم که جا بیفته، ها اون راحت تر میشه، ولی فعلا تا اینجا دیگه متوجه منظور من شدید. فرض کنید که ما دیگه من معادلاشی نمینویسم، همون ماتریسشو مینویسم، به صورت ماتریس مینویسم، مینویسم مثلا فرض کنید که یک صفر مثلا یک دور، یکی هم بنویسم، حالا بخواهد 3 در 3 بنویسم که اولیش راحت تر باشه، اینو بنویسم مثلا 2 منهای 1 مثلا 3، اینو بنویسم منهای 1 و 2 فرزن 4 یا 5 یا منهای 2، خب یه 3 در 3 این ضرب در x1 x2 x3 میشه و برای من یه M1ی یک M2ی یه M3ی هست. اینا حالا میتونه عددهایی هست که من میخوام بذارم دیگه، مشخص عدده، این مجهولات منه، بردار مجهول منه، درسته؟ این هم که عدده هست. حالا من سوالی که از شما میکنم اینه، این بردار من M1 M2 M3 چی باشه که این X1 X2 X3 جواب داشته باشه، یا بگیم این قابل حل باشه. تأکید میکنم اینجا در یه حالت قابل حل نیست، ممکن اگه آی شما چی باشه؟ سینگولار باشه، یعنی چی؟ یعنی اینورس نداشته باشه، دترمینانت صفر باشه، اون شرط رو گذاشتیم کنار. فرض کنیم آی شما سینگولار نیست، واقعا وجود داره، معنی داره و و و و قابل حله، منظورم اینه که قابل حله، متمام این که کی جواب میده به ازای چه مقادیری از این جواب میده. خب ببینیم که میتونیم یه جواب کلی براش بیاریم. اگه دقت بکنید مثلا فرض کنید که من بیام اینو این عدد رو بذارم 2 منهای 1 و 3، حالا سوال من آیا این حالا x1 x2 x3 جواب داره یا نه؟ میتونم حل کنم یا نه؟ سوال دیگه میتونم حل کنم، دلیلش خیلی واضحه، به جای x1 x2 x3 اگه x1 شما 0 بذارید
ایکس دو رو یک بذارید و ایکس سه هم صفر بذارید، یعنی جواب درسته. یه درسته؟ پس نگاه کنید، یک در صفر میشه صفر، به علاوه دو در یک میشه دو، منهای یک در صفر میشه صفر، نتیجه میشه دو. هست این صفر در صفر صفر، منهای یک در چیز منهای یک، دو در صفر صفر میشه منهای یک. دوباره این یک در صفر، سه در یک، منهای دو در صفر میشه صفر. پس یکی از جوابایی که من گرفتم که یکی از جوابایی گرفتم که به ازای اون ام ها جواب دارم، حالا جواب من برای مهم نیست، فقط می‌خواستم بگم که قابل حل. پس یکی از اینا چیه؟ دو منهای یک و سه هست. درسته؟ حالا قبول دارید دیگه. تازه میتونم بگم یه چیز دیگه به جای این، حالا من میام این کار میکنم. اگه منهای یک باشه، دو باشه و منهای دو باشه، آیا جواب دارم یا نه؟ x1 x2 x3 من چیه؟ بازم میگیم قابل حله. چرا قابل حله؟ این اگه بشه صفر، این هم بشه صفر، این هم بشه یک، مدام قابل حله. چرا؟ یک در صفر، دو در صفر، منهای یک در یک میشه منهای یک، صفر در صفر، منهای یک در صفر، دو در یک دو، یک در سه، صفر در سه، منهای دو میشه. پس بازم جواب داره. پس وقتی که بردار ام من علاوه بر این منهای یک دو و منهای دو هم باشه، باز جوابه، جواب داره، میتونم حل کنم. خب دیدید که حل کردم، دیگه x1 صفر میشه، حل کنم. شما با ریدیوس متد برید با RRF خواهید دید که جوابی که به دست خواهید آورد اینو 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 ببینید که درست هست. ما فقط اینجا حدس میزنیم، چیز ساده ای به خاطر این. یه جواب دیگه هم یه چیز یه بی دیگه هم من میتونم داشته باشم که باز قابل حل باشه. اون بی چیه؟ یک و صفر و یک. اگه اینجور هم باشه قابل حل. چرا؟ چون این میشه یک صفر صفر، فکر نداره همیشه یک یک باشه. من مثال ساده زدم، میتونه هر عددهای عجبری باشه، عدد عشاری بیشی، ولی فقط خواستم که راحت باشه کار ما. حالا اینم درسته. چرا؟ چون یک در یک، دو در صفر میشه یک، بعد صفر در یک، منهای یک در صفر، دو در صفر صفر، یک در یک یک، سه صفر، دو صفر. پس یه چیز دیگه هم که جواب داره، یه بی دیگه ای که میدونم اگه داشته باشم جواب داره این. پس من الان میدونم که حداقل سه تا من بردار میتونم به جای این بردار بذارم، ها، که بدونم که اینجا x1 x2 x3 من چی داره؟ جواب داره. درسته؟ ولی یه خورده دقت بکنید این بردارهایی که اینجا هست کدوم بردار است؟ بردارای اینه. اگه دقت بکنید همین بردار است. خوشت اومد؟ پس اگر بی من، بردار بی من در معادله با ام من، ببخشید، در معادله AX مساوی M، اگر بردار ام من یکی از بردارهای کالم وکتورهای A باشه، ماتریس A من باشه، X1 X2 X3 چی داره؟ جواب داره. حالا فقط اینا باشه جواب داره؟ نه، هر عددی ضرب در اینا هم جواب داره. مثلا آلفا برابر این هم جواب داره. مثلا نگاه بکنید، به جای یک صفر یک شما بذارید آلفا صفر آلفا، بازم جواب داره. میشه چی؟ میشه آلفا آلفا صفر آلفا. درسته؟ جواب داره که میشه ستون اول. بنابراین اگه دقت بکنید در این در مورد همه ست، همه این ستا صفر میکنه. نتیجه میتونم بگم که این x1 x2 x3 میتونم بگم بردارهای MMN همیشه آلفا برابر این هست، بتا برابر این هست، گاما برابر این هم باشه جواب میتونه بده به شما. بذارید خودتون. و نه تنها اون، بلکه ترکیب خطی اینا هم هست. بذارید مثلا به جای چیز بیارید این کار رو بکنید، نگاه بکنید ترکیب خطی این، فرض کنید که یه دونه از این باشه، دو تا از این باشه، یه دونه از این باشه. دو تا از این میشه چی؟ دو صفر دو. یه دونه هم از این باشه، یعنی بتا یک باشه، میشه دو منهای یک سه. با هم جمع بکنید، حالا اینو مثلا ولش کنید، ها، میشه دو دو چهار، صفر منهای یک، بعد دو سه پنج. اینم باشه جواب داره.
جوابش چیه؟ جوابش x1 x2 x3 چیه؟ این هست دو یک صفر، یک در دو دو، دو در یک دو، دو دو چهار، این هم در صفر میشه چهار. صفر در دو صفر، منهای یک صفر میشه منهای یک. یک در دو دو، سه در یک سه میشه پنج، صفر میشه. پس ببینید که هر ترکیب خطی این سه تا هم دوباره چیه؟ اگه اینجا قرار بگیره این جواب داره. خب نه، حتی صفرش، یعنی اگه آلفا صفر باشه اون موقع چی؟ آلفا صفر باشه میشه صفر صفر صفر، آره میشه صفر صفر صفر، درسته؟ اگه این صفر 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 باشه میشه چی؟ این هم میشه صفر صفر صفر، درسته؟ خب صفر 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 چه بیه؟ این هر چیزی زد در صفر صفر دیگه. از قبلا هم میدونستیم که اینجا x خودش اگه صفر باشه حتما این ام شما صفر دیگه. ولی حسنش چیه؟ شما این صفر صفری که اینجا هست میتونید بگید آلفا برابر این، آلفا رو صفر بذارید میشه آلفا برابر این، یا صفر برابر این، یا صفر برابر این، صفر برابر میشه این. پس نتیجه گرفتیم که ام من اگر مساوی باشه که با کالم وکتور، درسته؟ کالم سپیسه آ باشه، اون موقع چی؟ این جواب داره، این چیزی که واسه بهش برسیم. پس دیدی که کالم سپیس رو بی خودی معرفی نکردیم. ساب سپیس به چه درد میخوره؟ این درد میخوره هر ماتریسی کالم سپیسش رو من به دست بیارم که یه ساب سپیسش هست، در مثلا این موقع این کالم سپیس من در چیه؟ در آرسه هست، چون ستاییه یه ساب سپیسی در آرسه هست، کالم سپیسش رو من به دست بیارم که میشه مجموعه اینا، هر چیزی که حاصل این باشه، برداری که حاصل این باشه اینجا بذارم، x1 x2 x3 چیه؟ میشه به دست آورد. قابل حله. این ماتریس من قابل، حالا با چه روشی برید حل کنید؟ مثلا با این روش که قبلا یاد گرفتیم. مهم اینه که قبل از اینکه حل کنیم میخوام ببینیم که اصلا قابل حله یا نه. بعدن دیدی کاربردهای دیگه خواهد، ولی فعلا ساده ترین و زیباترین کاربردی که هست یکیش همین کالم سپیس، یه دونه ماتریس، یه دونه وکتور سپیس که ساب سپیس آر ام، این ماتریس ها رو ما میگیم ام در ان دیگه، میگیم که آر ام یه ساب سپیس آر ام، و چیکار میکنه اگه به جای قرار ام قرار بگیره؟ قابل حل. این کاربرد چی شد؟ کاربرد کالم سپیس ما شد. پس ما یک یاد گرفتیم کالم سپیس چیه، دوم این که چه دردی میخوره، میگم چرا خیلی هم درد میخوره. خب حالا من میگم حالا میگم اون بحث بعدی رو بدم، فعلا میخواستم یه مثالی بزنیدم تکراری میشه، میخواستم بگم که در اینجا اینجوری هیچ فرق نمیکنه، در این حالت هم این میشه یه بردار، این میشه یه بردار، این میشه سه بردار. خودش چیه؟ خود فضایی که این آ داره، ماتریس آ داره، آر چهاره. این چهار تاست. این آر چهاره. ما میخوام ببینیم که این ام ام که اینم در آر چهاره چه چیزایی میتونه باشه که x1 x2 x3 به دست بیاد. اسم اینو بذارید کالم 1، کالم 2، کالم 3. میشه خود این، خود این، خود این، هر ترکیب خطی این و این و این، درسته؟ که میشه چی؟ اگه مثلا اینو فرض کنید که ماتریس ب باشه، میشه کالم وکتور، کالم سپیس ببخشید، کالم سپیس ماتریس ب که در آر چهاره، اگه به جای ام بردار ام قرار بگیره x1 x2 x3 به دست میاد. منتها خیلی جالبه در این مورد x1 x2 x3 چه فضایی رو تشکیل، اگه حل بشه دیگه، ما که حل نکنه نمیخوایم حل بکنیم، فرض کنیم حل بشه، خودش چیه؟ در آر سه خواهد بود، چون چرا؟ این سه بعدیه دیگه. پس جوابای من یک خودش میتونه یه سپیسی داشته باشه، حالا کارم سپیس هست یا نیست نمیدونیم، راجع بهش صحبت نمیکنم، که توی آر سه هست. منظور من این کارم سپیس تشکیل میده یا نه؟ میتونه تشکیل بده البته. این چیه؟ در یه فضای سه بعدی در نظر بگیر x1 اینجا باشه، x2 اینجا میشه، یه برداری مثلا فرض کن x1 x2 میشه، یه چیز اینجا میشه، یه بردار اینجوری، خب این بردار اینجوری میتونه خودش ساب سپیس هست دیگه،
حالا در امتداد اینم که هرچی باشه با جزء ساب اسپیس میشه. بله سر شما در نرم. منظورم اینه که این R3 هست. خب در R4 با این کار ندارم. بحث من این بود. کالم اسپیس B اگه به جای M قرار بگیره هر کدوم از عضوهای کالم اسپیس B اگه به جای M قرار بگیره این سیستم معادلات من چیه؟ قابل حل. این کالم اسپیس. حالا بیاید یه کار دیگه بکنیم. و اینجا دیدید که دیگه اصلا تعداد معادلات ما بیشتر از تعداد مشهولات ما هم هست. این رد نداره. در RRF در این روش میدونیم که چجور باش برخورد بکنیم. ولی خواهید دید. ادامه جلسه دیگه هم اینا بیشتر روشن خواهد کرد. حالت خاص رو من اینجا مطرح بکنم. یکیش برمیگرده به همین صحبتی که الان داشتیم در مورد کالم اسپیس. فرض کنید که من یک چیزو داشته باشم، ست معادلات داشته باشم که این طرفش عدد مشخصی باشه، کاملا تعریف شده باشه، مثلا یه چیزی مثل B1 باشه. من مثال میزنم، فرض کنید که مثلا هست مثلا A1X به علاوه A2Y مساوی C1، مثلا A2X به علاوه به 2x به علاوه به یک x به علاوه به 2y هم مساوی C2 باشه. خب شما اینو بخواید بنویسید خیلی راحت بنویسید A1 A2 B1 B2 ضرب در xy مساوی C1 C2 باشه. درسته که این بردار من اینو با بردار بردار x نشون دادم، شما میتونید بردار U بگید، الان مهم نیست، و اینم با بردار B1 نشون دادم. دیگه حالت کلی نیست، یه عدد مشخصیه. ببین دفعه قبل من میپرسیدم B چی میتونه باشه که جواب داشته باشه، درسته؟ الان فرض بکنم که B رو یک حالتشو دارم، مثلا مقدارشو دارم C1 و C2 هست. اون موقع آیا حالا سوالی که میکنم، آیا بردار ایکسی که اینجا هست که این جواب به من میده به یکو، آیا این وکتور سپیس تشکیل میده یا نمیده؟ یه مثال عددی من بزنم شاید راحت تر باشه. مثلا فرض کنید که بشه 2، مثل A1 2 هست فرضاً، این بشه منهای 1، این بشه مثلا 1، این بشه مثلا 3، درسته؟ میگیم که این بردار، این چیزی که اینجا هست چی باشه که مقدار این بشه فرضاً یه عددی، حالا هر عددی که دلمون بخواد، مثلا بشه 5-6، فرض کنم وجود داره، چه چیزی باشه که اینجا 5-6 باشه. خب من اگه اینو بخوام حل بکنم اینجا یه برداری به دست میارم دیگه. فرض کنید این بردار من بشه مثلا یه عددی میشه مثل MN. حالا من اینو به 3 ضرب بکنم و و و و و و خب که بشه مجموعه بردارهایی که این شرط من رو ارضا بکنه، یعنی معادله من رو حل میکنه که چی بشه؟ این ماتریس من اگه به اینا ضرب بشه این عددهای ثابت رو به من بده، عددهای مشخص قبلی از قبل مشخص شده رو من بده. خب حالا این مجموعه بردارها آیا وکتور سپیس تشکیل میدن یا نه؟ پس صحبت من فقط روی این برداره، این بردارها آیا وکتور سپیس تشکیل میده یا نمیده؟ جواب نه، تشکیل نمیده. به چه دلیلی؟ چون اگه بخواد وکتور سپیس باشه، یعنی ساب سپیس باشه، ساب سپیس وکتور سپیس باشه، باید شامل بردار صفرم باشه. اگه شما صفر رو صفر اینجا بذارید، هر عددی ضرب در صفر، یعنی این بردار شما صفر باشه، باید صفر باشه. حال اینکه ما گفتیم چیه؟ حتما باید 5-6 باشه. بنابراین چون این حالت خاص که این از قبل تعیین شده شامل بردار صفر نمیتونه باشه، وکتور سپیس یا ساب سپیس تشکیل نمیده. این حالت خاص رو گفتم یادآوری بکنم براتون. الان بریم از بحث کالم اسپیس اینا تموم بشیم، بریم سراغ یه بحث کاملا جدیدی. خب
بذار اونو آرشیو شاید ازش استفاده کردم. فرض کنید که در این حالت خاص عوض این که طرف راست سیستم معادلات من عدد باشه، صفر باشه، یعنی اون بردار من بردار صفر باشه، اون طرف راست، یعنی مثلا این هم بردار نمیشه، یعنی مثلا همین برداری که اینجا هست مثلا فرض کنید که این صفر باشه، این هم صفر باشه، به همین سادگی. حالا این هست دو معادله دو مجهولی فرزن، اگه اون صفر به این شکل باشه، یه ماتریسی ضرب به بردار میشه، ضرب صفر میشه. بخوام ببینم که این ایکسای من چه چیزایی میتونن باشن، بخوام ایکس رو به دست بگیرم، حل کنم معادلات خودم رو، حل بکنم معادله این معادله این مجهولی مثلا، بخوام حل بکنم، منتها به این شرطی که سمت راست من چیه؟ صفره. اگه اونجور باشه، خب یکی از جوابایی که من برای ایکس دارم خود صفره، چون هر ماتریسی ضرب در صفر میشه چی؟ صفر. بنابراین اگه این ماتریس من 3x3 باشه، اینو هست مثلا چی؟ صفر صفر صفر، درسته؟ که بشه صفر صفر صفر. ولی خب من برای من زیاد مهم نیست بود. من دنبال ماتریس حالتهایی هستم که با این ماتریس خاص حالتهایی از این هستم، مقادری از این بردار هستم که اگه این بهش ضرب بشه بشه صفر، ولی خود این صفر نباشه. مثلا یه مثال بزنم ببینم که جا بیفته. مثلا فرض کنید که من این بردار رو داشته باشم، این ماتریس من 3x3 باشه، عمدن من در این انتخاب میکنم، مثلا بشه 1 2 3، حالا بنویسم مثلا منهای 1، بعد بنویسم 2 منهای 3 و 1، و بعد بنویسم 1 منهای 1 و 4. این 1 ماتریس 3x3 هست، این هم ماتریس آی من هست که ضرب در بردار x من بشه که x y z باشه، سه تا معارف داره، یا دیگه من از این y z ها میام بیرون، x1 و x2 و x3 باشه، میخوام بشه چی؟ صفر صفر صفر. میخوام حل بکنم. خب مهم نیست این اصلا صفر 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 باشه، هر عدد دیگه هم بود. خب ما میتونستیم اینو با روش reduced رو اشلان فرم حلش بکنیم، قبلا صحبت دیگه حالت کاملا کلی. اجازه بدید ما اینو ریدیوس رو اشلان فرمش بکنیم، این ماتریسی که اینجا هست. خب خود این ماتریس رو من بخوام مثلا یه اوگمنتد ماتریس می‌نویسیم دیگه، از صحبت های جلسه قبل می‌نویسیم منهای 1 2 1 2، منهای 3 منهای 1 3 1 4، بعد اینجا یه خط می‌کشیدیم، اینجا این عددا رو می‌نویسیم که در این حالت خاص هست چی؟ همه‌شون صفر هستن، نمیشه اوگمنتد ماتریکس ما. مطابق اگه دقت بکنید، برای اینکه من اینو رو اشلان فرم بکنم، این ماتریسو چکار میکردم؟ میومدم این ردیف ها رو به عددهای ضرب میکردم، بعد یا تقسیم میکردم، یا اینو با این جمع میکردم، یا از هم کم میکردم و و و. اگه دقت بکنید در این طرف معادله هیچ تغییری اینجا با نسبت به دفعه قبل فرق کرد، اینجا هیچ تغییر نمیفته. شما این معادله رو 5 برابر بکنید، این میشه منهای 1 10 5، این سر جاش میمونه. مثلا این معادله رو از این معادله کم بکنید، هر چی باشه اینجا 0 از 0 کم بکنید، بازم تاثیر نداره. پس اینجا هیچ تغییر نخواهد کرد استثنا این دفعه، یعنی در این حالت که مساوی صفره در مقایسه به حالتی که حالت به بود، حالت کلی بود، و چون این طرف هیچ تغییر نمیکنه دیگه اوگمنتد ماتریکس نمیشه، اصلا لازم نیست از این به بعد اینجا ما اینو همین حالت خودشو بنویسیم. یعنی چی؟ یعنی دیگه اینو پاک میکنیم و خود همون ماتریس رو بنویسیم که باشه، ما میگیم که اون وقت تغییر نمیکنه. خب حالا اینو ریدیوس رو اشلانش میکنیم که شما دیگه میدونید چه جوریه. اولین کاری که میکنیم، میگیم اولیشو پیوت میکنیم، این اولی پیوته، اون تا مقدارشو باید چیکار بکنیم؟ 1 بکنیم. از طرف این معادله رو به منهای 1 ضرب میکنم، این میشه 1، این میشه منهای 2، این میشه منهای 1، درسته؟ و اینا هم که سر جای خودش هیچ تغییر نمیکنه. پس اولین کاری که کردم اینه، من اینو من پیوتش کردم که مقدارش چیه؟ 1. این چیه؟ این پیوت منه. حالا یه مفصل رو. بعد دومی کار ما چی بود؟ دومی کار این بود که هر چی که زیر پیوت 1 هست صفرش بکنیم.
که اینجا زیر یک رو باید ما صفر بکنم. اینو باید من صفر بکنم. یه کاری بکنم که توی این معادله، توی این ردیف، این دوی من چی بشه؟ صفر بشه. خب ساده تره. ساده ترین راه اینه که اینو دو برابر بکنم. این معادله رو با این جمع بکنم. این ردیف رو با این جمع بکنم. درسته؟ خب من همینجا دو برابر بکنم. منهای دو، چهار، دو. اینو با این جمع بکنم. دو و منهای دو، صفر. این که چهار بود. با منهای سه جمع بشه یک. این که دو بود. با منهای یک جمع بشه چی؟ میشه یک. درسته؟ حالا این صفر شد زیرش. حالا این یکی رو صفر میکنم. خب اینو سه برابر میکنم این دفعه. منهای سه با سه صفر. اینو سه برابر میکنم شیش. خب با یک میشه هفت. اینو دوباره سه برابر میشه سه. با چهار هفت. درسته؟ پس حالا از این نظر که دیگه اینا صفر کردیم. میریم سراغ دومی ردیف. دیگه ردیف اول و ستون اول تموم شد. بیم دو سراغ ردیف اول. این پیوت خوشبختانه خودش یک هستی. خیالمون راحته. بس تنها کاری که باقی مونه اینه که زیرش رو چیکار بکنم؟ صفرش بکنم. اگه بخوام اینو صفر بکنم، اینو هفت برابر میکنم این ردیفو. این از این کم میکنم. میشه هفت هفت. اینم ازش کم بکنم میشه منهای هفت. منهای هفت این میشه صفر. اینا میشه چی؟ صفر. پس ببینید که ردیف سوم من کاملا تبدیل شد به صفر همشون. ها این شد فعلا اشلون فرمه. درسته؟ رو اشلون فرمه. دیگه من پیوت دیگه ای ندارم. پس الان من یه پیوت دیگه هم اینجا دارم. درسته؟ پس کار بعدی چیه؟ کار بعدی این بود که بیام ریدیوست رو اشلون فرم بکنم. که اون موقع باید چیکار بکنم؟ باید بیام بالای این دفعه زیرش بود، این دفعه چی؟ بالاش بکنم. خب این که کاری نداره، این چی؟ اینو من میخوام صفرش بکنم. چیکار بکنم؟ اینو دو برابر میکنم با این جمع میکنم. ها اون موقع میشه چی؟ اینجا میشه اون یکی که منهای ببینید این که سر جای خودشه. صفر یک یک صفر صفر صفر. اینو دو برابر بکنید با این جمع بکنید. دو برابر صفر صفر با یک جمع بشه میشه این. دو برابر یک دو با این منهای دو میشه صفر. دو برابر یک دو با این منهای یک میشه یک. درسته؟ مثلا اینه که این شد ریدیوس اشلان فور. حالا اینا یک یک در اومدن مهم نیست. حالا اگه دقت بکنید من پیوت های من یکی اینجاست یکی اینجاست ولی اینجا اصلا پیوت ندارم. به این میگیم ستون پیوت ها. پس من یه دونه پیوت کالوم اینجا دارم، یه پیوت کالوم اینجا دارم. ستونشو میگم ها. بهش میگم پیوت کالوم. ها کالوم ستونش. یه دونه پیوت کالوم اینجا. ولی اینجا دیگه پیوت ندارم رو ردیف سوم. درسته؟ پیوت ندارم. این عدد هم هرچی میتونست باشه یادتون باشه. خب در حقیقت این ماتریس من در نهایت تبدیل شد به این حالت که ریدیوس رو اشلون فرم. میگه چی؟ میگه اگه من بیام اینو به x1 x2 و x3 ضرب کنم چی؟ باید جوابمو به دست بیارم که بشه چی؟ صفر صفر صفر. درسته؟ این ردیف این ستونی که اینجا هست ستونیه که آزاده. ها یعنی به اینا میگم پیوت ولی اینجا دیگه چی نیست بهش میگیم فری کالم. ها فری کالم ستون آزاد اسمش رو میگیم ستون آزاد. ها اگه دقت بکنید اینجا شما هر عددی که بذارید تأثیری در معادله شما نمیکنه. چرا؟ مثلا بذارید 5 5 تا x3 شما میشه چی؟ صفر دیگه. درسته؟ میشه صفر در x1 صفر در x2 جمع بکنید صفر در x3. پس این به خاطر همین میگیم که اینجا آزاد. شما هر عددی میتونید اینجا هر عددی که دلتون بخواد بذارید اینجا. خیلی خوب. حالا من بخوام اینو حلش بکنم. چیز اینجا ندارم که اینو بخوام حلش بکنم که x1 x2 x3 رو به دست بیارم. اجازه بدید ما بیاییم دفعه قبل جلسه قبل صحبت کردیم. اینو من فری کالم رو توی فری کالم من x3 رو به عنوان همون پارامتری که برای پارامتریزه کردن صحبت میکردیم به جایش آلفا بذارم. هر عددی میتونم بذارم دیگه. بس به جای x3 من میارم بذارم هر عددی. اجازه بدید من بذارم همون خود x3. به جای x3 من x میذارم. هیچ عدد دیگه ای نمیذارم. اون موقع من میتونم معادلات دو تا معادله بالا رو بر اساس x3 بنویسم. مثلا نگاه کنید میشه 1x1 به علاوه 0x2
به علاوه یک x. پس من می نویسم یک x یک میشه x یک، صفر x دو هست میشه به علاوه یک x. به علاوه x مساوی باید چی باشه؟ صفر باشه. معادله دوم، صفر x یک، یه دونه x دو باید مساوی چی؟ یه دونه x دو به علاوه یه دونه x. پس میشه x دو به علاوه x مساوی چیست؟ ببین x دو x یکش هم میشه. معادله سوم هم که دیگه من خودم به جای x گذاشتم. پس من الان سه تا معادله دارم، سه تا مجهول دارم، ولی مجهول خودم و یکیشو چی؟ به عنوان چیز پارامتر آزاد خودم انتخاب میکنم. بذارش بذاری آلفا شما. حالا من این ساده تر میکنم. این طرف همین x یک کار نگر داریم، اون طرف میشه چی؟ منهای x. این معادله چی؟ اینجا x دو رو نگر میدارم، اون طرف میشه منهای x. اینجا چیز؟ x سه رو نگر میدارم، اون طرف هم که خودمون گفتیم x. گفتم که حالا اگه دقت بکنید ببینید که میبینید که من x یک و x دو رو همش رو بر اساس x سه به دست آوردم. x سه هم که گفتم خودم انتخاب میکنم، یک دو منهای پنج و نیم صفر هرچی که دوست دارم، درسته؟ حالا به صورت ستونی من بنویسم قشنگتر میشه، چون معمولا با اینجا بنویسیم دیگه، x یک x دو x سه مساوی میشه با چی؟ اینجا میتونم اول بنویسم که بذار این میشه منهای x سه، منهای x سه x سه. اگه با این مقایسه بکنید و از x سه هم فاکتور بگیرید، درسته؟ میشه منهای یک، منهای یک یک. الان دیگه من جوابم به دست آوردم. نگاه کنید چه جواب قشنگی به دست آوردم. میگه که توی این دنباله میگشتیم یک بردارهایی که اگه اینو بذارم این ماتریس من بهش ضرب بشه صفر بشه. اصطلاحا هم میگن ماتریس منو نال بکنه. خب در زبان انگلیسی صفر رو با نول هم نشون میدن، نول. پس میگیم که دنبال بردارهایی میگردم یا خب که اگر ماتریس من بهش اعمال بشه یا درش ضرب بشه ماتریس من رو نال بکنه. یعنی این الان تبدیل شد به این دیگه، صفر دیگه تبدیل شد به صفر، درسته؟ نتیجه صفر بمانده. خب این میگه که اگر بیایید به جای x1 منهای 1 بذارید، به جای x3 منهای x2 منهای 1 بذارید و به جای x3 هم 1 بذارید، ها یعنی در حال x3 رو من یک فرض کردم، خب اگه بذارید مار صفر میشه. نگاه بکنید، فرض کنید که ببین این یادتون باشه این منهای یکه، اینم منهای یکه و این چیه؟ یکه. نگاه کنید ببین درست میگه یا نه. ببین درست میگه، منهای یک در این منهای یک میشه یک، دو در منهای یک میشه منهای دو، منهای دو و یک میشه منهای یک، درسته؟ یک در یک هم میشه یک، منهای یک و یک میشه صفر، درست؟ شما این دو تا دیگه هم ضرب بکنید میشه صفر. پس درست مثلا میگه نه تنها منهای یک یک صفر میکنه در این، یعنی ماتریس منو نال میکنه، بلکه هر عددی ضرب در اینا هم که به جاش من به جای آلفا x سه نوشتیم، x هر عددی میتونه باشه که بشه اون پارامتری که من دارم، بازم صفر میکنه. یعنی به جای این بذارید 50 منهای 50 منهای 50 50 بازم هم اونجا به دست خواهی دارد، یا منهای 2 منهای 3 و 14 منهای 3 و 14 به علاوه 3 و 14 بازم میشه همون جوابایی که به دست آوردیم. خب و اگه به جای x من 0 بذارم میشه چی؟ میشه این 0 میشه 0 0 0. خب شما 0 0 0 رو بذارید همون 0 0 0 دیگه، اینجا اصلا مهم نیست یا هم چی باشه قبلا صحبت کردیم. پس ببینید با توجه به این که این بردار اصلی من شد که بر اساس این دارم صحبت میکنم، هر عددی ضرب در اون بردار هم صفر میکنه و بردار صفر هم صفر میکنه، نتیجه این x1 x2 x3 یک مجموعه بردارهایی رو درست میکنه، بی‌نهایت بردار ها در فضای R3، چون سه بعدی هم دیگه، در فضای R3 درست میکنه که ماتریس منو نال میکنه. به این مجموعه بردارها که اینجا قرار میگیم بهش میگیم یه وکتور سپیسی درست میگم بهش میگیم نال سپیس. این اصطلاح نال سپیس که میگیم الان دیگه بکنم جا افتاده باشه. پس نال سپیس چیه؟ نال سپیس یه ساب سپیسه از وکتورها هست که اگه اینجا قرار بدیم باید چیکار بکنه؟ ماتریس منو نال بکنه، صفر بکنه.
مساوی صفر باشه. اینجا اگه دقت بکنید یه چیز جالب این آخرش اومد، اونم اینه که آخرین ردیف شما صفر 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 شد. و اینجا یه جور دیگه بگم، و به خاطر همین ببینید که اینجا این ردیف شما یه دونه فری کالم داره، یعنی پیوت نه دو تا پیوت داره این. ها به جای اینکه سه تا دو تا داره. اگه این ماتریس درست حسابی بود سه تا داشت، چرا درست حسابی نیست؟ چون واقعیتی من کلک زدم. نگاه بکنید این ستونی که اینجا هست که به x سه ضرب میشه، در حقیقت یک ترکیب خطی لینیر کامبینیشن اینو اینه. الان اینو با این جمع بکنید میشه این. نگاه بکنید، بنابراین این خودش اینجا چیه؟ یه چیزیه که به خودی خود مستقل نیست. این مستقله، این مستقله. میتونید اینو حذف بکنید این دوتا رو بگیرید، میتونید اینو حذف بکنید این دوتا رو بگیرید. خب چیزی در جواب شما تغییر نمیکنه. خب همون جواب خواهد داد، فقط اونجا مثلا اینو حذف بکنید شما x2 پارامتر x2 شما اون پارامتری میشه که فری کالم فری بشه، فری کالم تولید بکنه برای شما و همینطور. خب پس در این حالت خاصه که این ترکیب ایناست، بور ماتریس این در این من 3 در 3 من میشه چی؟ جواب داد به من، نان اسپیس به من داد. من چرا اینو میگم؟ الان به زودی متوجه میشید. یه چیز دیگه بگم، تعداد پیوت های من، پیوت کالم های من، ستون های پیوت من، ما اصطلاحا میگیم رنگ ماتریس، مرتبه ما. این خیلی مهمه چون بعدا خیلی ازش استفاده خواهیم کرد، خصوصا در تنسور و حساب تنسوری و بعد در تئوری نسبیت اینا خیلی ازش استفاده خواهیم کرد. تعداد پیوت کالم های من برابر با رنگ. پس رنگ من چیه؟ همون تعداد پیوت کالم های من، پیوت کالم های من. این ماتریس من چون پیوت کالماش دو تا هست، رنگش چیه؟ دو تا. اگه واقعا 3 در 3 بود، یعنی اینا مستقل بودن همشون از هم دیگه، ستونا و ردیفا، اون موقع رنگش میشد چی؟ 3 تا. چرا؟ چون اینجا دیگه صفر نمیشه، اینجا میتونستم من پیوت درست بکنم. درسته؟ پس تعداد پیوت کالم های من به من میگه که رنگش چیه؟ رنگ من اون تعداده. در این مورد چیه؟ دو تاست. تعداد فری کالم هر چیزی مساوی هست با تعداد این متغیرهای شما، یعنی فضای شما چند بعدی بگیم آرسه هست. اینش که بگیم اینه، با اینو با این نشون میدیم دیگه، درسته؟ این شما که اینو با آر نشون میدیم، این شما منهای آر شما چیه؟ تعداد فری کالم های شما رو به شما میده، فری کالم های شما رو میده. در این مورد این من 3 هست، 1 2 3، 1 2 3، درسته؟ آر من 2 هست، بنابراین 3 منهای 2 یه دونه فری کالم باید داشته باشم. این فری کالمی که من دارم که در نهایت خودش اینجا نشون میده که مجبور میشه اون یه دونه فری کالم مجبور میشه یه دونه من پارامتر انتخاب کنم که پارامتر آزاد باشه که بر اساس اون پارامترایز بکنم جواب خودم. اینو من اینو داشته باشید، بریم جلوتر بیشتر متوجه میشید چیه. ولی به هر حال مفهوم رنگ خیلی مهمه، ارتباط پیدا میکنه به تعداد پیوت ها. تعداد پیوت ها تعداد معادلات مستقل ما هست. الان بریم جلو، این مثال های دیگه، یکی دو تا مثال دیگه بزنم دیگه کاملا این جا میفته. ولی بیایید یه کار بکنیم، بیایید مثلا خود این در این رو بذاریم که این تا چی داشته باشه؟ پیوت کالم داشته باشه، یعنی هیچ همه ستون ها و ردیف ها از همدیگه چی باشه؟ مستقل باشه. اون ما ببینیم چی بیشه.